بسم الله الرحمن الرحیم گرانو هیوادوالو محترم خویندورونو هیله منتیم چې دغه د ناامیدۍ او مایوسۍ شپې به ژر تر ژره ختمې شي او افغانستان به بیرته د ازادۍ، رفاه او پرمختګ په لور خپل مسیر بدل کړي. زما ټول تمرکز او ژمنه هیوادوالو سره د یو سوله ییز ژوند چې د هغه په چوکاټ کې د وینې تویدل ختم شي او ګران افغانستان ثبات، امنیت او پرمختګ ته ورسیږي. دا مې لا هم اساسي هدف دی. د تیرو څو ورځو پیښې په ډېر سرعت سره رامنځته شوې. مخکې له دې چې زه له هیواد څخه ووزم، ما په دې کار کوو چې طالبانو سره د همه شموله او نماینده حکومت د جوړېدو په سر مذاکرات وکړو تر څو د قدرت سوله ایز انتقال ته زمینه مساعده او کابل خوندي وساتل شي او د وینې تویدو مخنیوی وشي. ګرانو وطنوالو، زه په اماراتو کې یم. غواړم د وروستیو تحولاتو په اړه لنډ مسایل درسره شریک کړم. د تېرې یکشنبه په ورځ ما په خپل کاري دفتر کې عادي ورځنی تقسیم اوقات ترکیبولو. ماسپښین زه دفاع وزارت ته روان وم تر څو د کابل ښار د نظم لپاره سوق او ادارې ته لاړ شم. ناڅاپه زما د فزیکي امنیت مسؤولین د دې لپاره راغلل چې یوه لویه توطعه شنډه کړي. زه یې له ساحې وویستم. سره له دې چې طالبانو کابل ته د نه داخلېدو ژمنه کړې وه، خو دوی د ارګ د دروازو شاوخوا ځای پر ځای شوي ول او زموږ امنیتي مسؤولونو د امنیت ټینګښت توان له لاسه ورکړی. دغه توطعې دوه برخې درلودې. اول، یا من میماندم و شاهد خونریزی و ویرانی کابل میبودم. طالبان و همکاران داخلی و خارجیشان با وضاحت گفته بودند تا من باشم آنها رای مسالمت آمیز نمی بینند. مسئولیتی که به دوش من گذاشته می شد این بود که به خاطر قدرت کابل و ایران و خونریزی کوچه به کوچه در کابل مثل سوریه و یمن آغاز شود. دوم، دقایق بعد از این که من مجبور ساخته شدم تا از کابل برایم، طالبان و چهره های ناشناس که به زبان های کشور ما بلد نبودن وارد ارگ شدند. در راه رسیدن به ارگ هیچ مقاومت صورت نگرفت. آنها اتاق با اتاق می گشتن تا مرا پیدا کنند. تصمیم این بود که آنچه 25 سال قبل در افغانستان رخ داده بود تکرار شود. که پاتیوی در افغانستان جمهور رئیس به یه وار بیا د افغانانو د سترګو په وړاندې په دار زړول شوی وی او یوه لویه شرمناکه تاریخ فاجعه به بیا تکرار شوی وی. تاسو ته معلوم ده زه د عزتمند مرګ نه ډارېږم او نه ویډار سویم، اما د افغانستان بې عزتي د ما د منلو وړ نه وه او نه ده. نو زه مجبورم له افغانستانه وویستل شوم تر څو د خونریزۍ او د کابل د ویجاړېدو مخنیوی وشي او هم د افغانستان د تاریخي دښمن لخوا. یوه لویه فاجعه چې د افغانستان یو ځای په حقارت ځوړندېدلو مخنیوی وشي. آیا د دوی مقاماتو بار بار نه ویلي چې د افغانستان د ولسمشر سر غواړي؟ دا خبرې ډېر جزئیات لري او تفصیل به ډېر ژر تاسو ټولو سره شریک کړم. هغو خلکو ته چې قضاوت یې کړی چې ګڼې ما افغانستان خرڅ کړی او تښتېدلی یم، دوی ته مې پیام داده تر هغو مو چې د فاجعې د عمق په هکله مستند معلومات نه وي اورېدلي قضاوت مو پرېږدئ. ملا عمر له کابل وود او قندار نه وود، امیر عبدالرحمن خانم وود او نور مشران لکه امیر شیلی خان، دوست محمد خان او نور مشران دیمو
و تلیو او دوم مرحله ته بیا راغلل اخبل دی وطن خدمتی وکو. هر کسی که برایتان گفت رئیس جمهورتان شما را فروخت و برای منفعت مالی و حفظ جان خیش فرار کرد باور نکنید. من به گونه از افغانستان خارج ساخته شدم که حتی فرصت نیافتم تا چپلی هایم را از پاهایم بیرون کرده و بوت هایم را بپوشم. بزرگترین سرمایه زندگیم که کتاب ها و ستا کتابچه یادداشت و لپتاپ شخصیم بود که تمام دار و نداره معنوی زندگیم را تشکیل میداد نتوانستم با خود بگیرم. تمام اینها که جز اسرار دولتی و محرم هستند متاسفانه به دست دیگران افتادند. من هیچ گونه بحث را برای ترک کردن افغانستان با قدرت‌های بین‌المللی مقیم افغانستان نداشتم و این حادثه دفعتن و تحت فشار همکاران امنیتی ما بود. من با یک پیراهن و تنبان، یک واسکت و یک جوره چپلی مجبور به ترک وطن شدم. جزئیات را بعدن انشالله هم بایتان شریک میکنم. پا دیورزو که زماد شخصت وجنه او دی اعتبار دل من زولول لپاره دیری حدسی وشوه او حتی داسی بی بنیاده او کاذب تورونه وله گول شل چه پیسه انتقال شوی دی. دغه تورونه پا مکلم مکمل توگه بی اساس دروغ او لواقیت چخه لیری دی او پکلک ایردون مو کربه واد تا تشلاسون راخلو دی دوی لگم رکاتو نپخته روکی دی تیرو چورزو پیخو او خوده چه افغانان سول اقواری دی کابل ساتنه او پده خار که دی پراخ گردوری چخه مخنیوهیو شو چه داده الله تالا لوی احسان ده. زده وران مذاکرات تو چخه زده روان مذاکرات تو چخه زده حکومت لخوا پل شیوی وی او سی داکتر سب عبدالله و پخوانه ولس مشر کازی سب پر مخبولی حمایت کن تا پروسه باید بریالی شی. زده امنیتی او دفاعی زواکون چخه مشکوریم او پر اغوی بیارم اغوی ما تا نده خوارلی. اصلی ما تا مو پا سیاست که خوارلی ده پا کم سیاست که هم دی طالبان و دی رهبری سیاسی ناکامی و هم دی حکومت دی رهبری سیاسی ناکامی و او هم زموگ دی نلیوال و همکاران و سیاسی ناکامی و دا ناکامی دی سول پروسه و چی دی جنگ پا بهیر بدل شو او سرال دی چی بار بارم دی ترامپ پیداری که دا پیشگویی کرده و چی باید سول د افغانان د تجربه او بین‌المللی معیارونو په اساسوسی هغه ونه شوه. زه یو ځل بیا د خپلو ټولو امنیتي ځواکونو له سرښندنو څخه مننه کوم، په دوی ویاړلم او افتخار پرې کوم. در آخر برایتان یک پیام مهم دارم. من قصد فرار و جلاوطنی ندارم. فعلا در امارات هستم تا از خونریزی و فاجعه جلوگیری شده باشد. همین حالا در مشوره هستم تا به افغانستان برگردم و به تلاش هایم برای تأمین عدالت، حاکمیت افغان ها بر کشورمان و اعاده ارزش ها و دستاورد های واقعی اسلامی و ملی مردم افغانستان با هم مبارزه کنیم. تشکر از همه کسانی که پیام های دلجویی و اول پرسی را از داخل و خارج از وطن برای فرستادن. زنده باد افغانستان، تل دیوی افغانستان، یشسن افغانستان.